حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر دینی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. آقای اشکبری، شما تجربه دردناک و در این حال عجیبی داشتید. چرا دادستان دادگاه روحانیت برای شما تقاضای مرگ کرد؟ گناهتون چه بود؟ میدونید که بازداشت من در تابستان 1379 به دنبال شرکت در کنفرانس برلین بود که اونجا را جنجال آفریده شد و در کیفرخواست من یکی از موادی که وجود داشت، کنفرانس برلین کنفرانسی بود که عده‌ای از روشنفکرای دینی و غیر دینی در از ایران دعوت شده بودند که در اونجا در یک جلسه در مورد مسائل ایران صحبت بکنند. بله بله، در بعد از انتخابات مجلس ششم بود که بنیاد هنریش بول در آلمان ترتیب این کنفرانس داده بود که در خانه فرهنگ‌های جهان انجام شد و 17 نفر از روشنفکران نویسندگان ایران در اونجا دعوت داشتند و برخی از ایرانیان یا آلمانی‌هایی هم که در آلمان بودن شرکت داشتن، که بلوا بود و جار جنجال بود که وارد بحثش نمیتونیم بشیم و به دنبال اون تقریبا 5-6 نفر از این 17 نفر بازداشت شدند که 4 نفرشون بعد از یک و دو ماه آزاد شدند و بقیه مثلا بازداشت نشدند و من و آقای گنجی دو نفری بودیم که بالاخره در حبس طولانی موندیم. در کیفرخواست من به عنوان متهم درجه 1 و اشیاء شماره 1 بودم و در اونجا 5 ماده داشت کیفرخواست من، یعنی 5 مورد اتهام، که اولیش ارتداد بود به دلیل انکار ضروری دین و دوم هم توطئه و براندازی علیه نظام جمهوری اسلامی، دیگه 4 و 5 هم مواد دیگه بود. استنادشون دقیقاً در مورد ارتداد به چی بود؟ چی گفته بودین شما در کنفرانس برلین در ارتباط با مسئله اسلام؟ من گفته بودم که احکام اجتماعی اسلام تغییرپذیره و با توجه به شرایط زمان و مکان با اجتهاد اینها دچار تحول و دیگرگونی میشه و اصلا ادعای کلی کردم و اونم این بود که معتقد بودم و هنوزم هستم که احکام اجتماعی اسلام از اول هم جاودانه نبوده، برای همیشه نبوده، برای شرایط خاص تاریخی بوده و به طور خاص اشاره کرده بودم به مسئله حقوق زن و از جمله مسئله حجاب و گفته بودم حجاب حداقل اگر به عنوان امر شرعی هم فرض بشه، این به عنوان یک امر اختیاریه، بنابراین حجاب تحمیلی و حجاب اجباری نداریم. در کیفرخواست من به اینا استناد شده بود که این کار ضروری دینه و در دادگاه هم خب علی رغم دفاعیاتی که من در بازجویی ها کردم و در دادگاه هم کردم، هم من هم وکیل تسخیری من، ولی سرانجام ظاهرا مورد قبول قاضی واقع نشد و حکم اعدام برای من دادن به جرم ارتداد و به دلیل اینکه من گفتم مثلا حجاب امر اختیاری یک چیزایی که استناد کرده بودم. خب بازجوی شما کیا بودن؟ کی روحانی بودن شما بازجو میکردن؟ بله، چون من متهم دادگاه ویژه روحانیت بودم و وصله دادگاه ویژه روحانیت تهران بازداشت شده بودم، تمام کسانی که در مراحل دادیاری و دادستانی و دادگاه و قاضی و یا مراحل تجدید نظر بودن طبیعی بوده که همه اینها روحانی بودن. بله. خب این در یک شرایط عادی وقتی کسی رو بازجو میکنن یک کاری کرده یا یه چیزی داره مخفی میکنه و اینا بازجو سعی میکنن ازش بکشن و اینو در دادگاه علیهش استفاده بکنن. در مورد شما که یک نظریه داده بودین، این بازجو به شما چی میگفتن؟ یعنی از شما چی میخواستن؟ واقعیتش این است که در قانون ما در 3 مورد ما بازداشت موقت داریم. یکی از اون موارد اینه که متهم امکان فرارش باشه، دوم این که امکان محو آثار جرم باشه و سوم هم امکان به صورت تبانی باشه. خب من به محض اینکه وارد تهران شدم قرار بوده در فرودگاه منو بازداشت کنن، ولی به دلایل بازداشت نکردن، فردا آمدن خونه و از خونه منو بردن. بنابراین حتی بازجویی هم اگر می‌شدم محاکمه می‌شدم، اگر در دادگاه محکوم می‌شدم بعد می‌رفتم زندان، در حالی که من حدود 3-4 ماه قبل از اینکه حکم من صادر بشه من تو بازجویی بودم. تو بازجویی هم حرف همین بود، من میگفتم خب من کاری خاصی که انجام ندادم، عمل مجرمانه ای انجام ندادم، حد اکثر این است که به عنوان یک روحانی، به عنوان یک صاحب نظر در برخی از مسائل دینی اظهار نظر کردم. اظهار نظرم صرف اظهار نظر که جرم نیست، اما از اینکه حرف من غلط باشه یا غلط نباشه جرم مرتکب نشدم، یعنی عمل مجرمانه مترتب بر اون نیست. یعنی اینا در واقع از شما چی میخواستن که شما چی کار بکنید؟ اصلا اینا هیچ مورد قبول اینها واقع نمیشد، بحثای طولانی داشتیم، چی به صورت شفاهی چی به صورت کتبی. یعنی بحثای اقناعی میکردن با شما که شما مثلا نظریتون غلطه؟ نه خیر، نه اتفاقا وارد اصلا بحث معتبرم نمیشدن. من بارها با خود دادستان، با خود بازجو که دادیار یک بازجوی روحانی بود، بعد تو دادگاه
میگفتم خب آقا این که دیگه بحثای طلبگیه، بحثای دینیه دیگه، بحث قرآن است و حدیث است و فقه است و روایت است و بالاخره شما یه طلبه اید، منم یه طلبه، میتوانیم که بشینیم آقا این کتاب لومه رو مثلا بذاریم جلومون با هم بحث طلبگی بکنیم، ببینیم که کجای این حرف من. شما ممکن نپذیرید، بگید آقا این حرف غلطه، این نظریه غلطه، اب نداره، نظریه غلط که جرم نیست که، ولی میتونیم با هم بحث کنیم، صحبت کنیم، ببینیم که کدام یک از این حرفای من موجب ارتداد هست. که بعد البته خوشبختانه اولین کسی که بعد از اینکه حکم من صادر شد و بدون اینکه قبل از اینکه کسی حکم به من یا به وکیل من ابلاغ کنن، خود داستان کل ویژه روحانیت که آقای محسن یژه‌ای اون روزا بود، خود ایشون اولین کسی بود که به این استناد به اصطلاح قاضی در اعدام و ارتداد و اینها اعتراض کرد. یعنی بعدا معلوم شد که حتی طبق همون معیارهای دادگاه ویژه روحانیت حق با من بوده، نه حق با دادستان یا حق با قاضی. ولی با این رو نهایتاً به 5 سال زندان محکوم. بله، در نهایت یعنی اول حکم اعدام به من دادن در دادگاه اول و بعد 2 سال حبس. بعد از آنی که 2 سال حبس من تموم شد، دوباره دادگاه من، پرونده من ارجاع شد به شعبه هم ارز و در دادگاه دوم اون وقت 5 سال من محکوم شدم که با 2 سال شد 7 سال. در واقع آقای اشکبری، تمام این ماجرا به این دلیل بود که شما یک روشنفکر دینی بودید و به خصوص روحانیت هم بودید و این حرفا رو می‌زدید. ببینید حساسیت بیشتر از این زاویه بود. بله بله، ببینید من اگر جنبندی بخوام بکنم، خیلی طول تفصیل ندم، میتونم اینجوری بگم که دو سه تا نکته در اون بازداشت ما و اصلا در بلوای جامعه برخورد با مسئله کنفرانس برلین مطرح بود. اون چی که خیلی مهم و عمده بود این بود که دیگه بعد از انتخابات مجلس ششم دیگه آقایون به این نتیجه رسیده بودن که باید این بساط اصلاح طلبی رو جمع بکنن و بالاخره رو مهار کنن و کنترل کنن. و اولین این قدم هم و اولین برخوردشون هم با ترور سید حجاریان توی اواخر اسفند شروع شد. یه ماه بعد ماجرای کنفرانس برلین شد، 10 روز بعد ماجرای بستن مطبوعات شد و بعد همینجور سلسله حوادث ادامه پیدا کرد تا به سال 80 کشیده شد. و بنده هم خب یکی از این افرادی بودم که در حیطه و در حوزه اصلاح طلبی فعال بودم. طبیعی بوده بنده، گنجی، نمیدونه بسیار از دوستان دیگری که مطبوعات و جای دیگه فعال بودن، می‌خواستن به سات جمع کنن. نکته دومم این بوده که من به هر حال در طول 20 سال یا از اول بعد از انقلاب جزء روحانیون رو منتقد بودم. در یه دوره‌ای بالاخره ما را تحمل کردن. در اون مقطع که فرصتی پیدا شده بود، می‌خواستن یه تسویه حساب تقریبا 20 25 ساله با من بکنن و این رو در بازجویی‌ها و برخوردها کاملا به اصطلاح باش برخورد می‌کردن. و مسئله سومم اینه که خب طبیعیه که میگن که ارتداد آیینی خشن‌ترین برخوردها رو در پی داره. یعنی از یک طبقه، از یک حزب خاصی به خصوص حزبای ایدئولوژیک، اگه یک فرد یا گروهی انشعاب می‌کنن، با اونا برخوردهای شدیدتری میشه. من چون به عنوان یه روحانی بودم به طور خاص، این حرف را در کنفرانس برلین گفته بودم راجع به تغییر پذیری احکام، راجع به مسئله شرعی حجاب، این بیش از حد اونها رو دچار نگرانی کرده بود و دچار به اصطلاح و موجب اعتراضشون بود و این رو در صریح به من گفتن. چون من گفتم وقتی که این حرفا رو که من زدم، این که اولین کسی نیستم که من این حرفا رو زدم، قبلا هم گفتن، بعدا هم خواهند گفت. بازجوی من صریح به من گفت که خیلی خوب، چرا با این حرفا شما بزنید، بگذار آقای فلانی بزند، یک از روشنفکران دینی رو نام برد. بنابراین روحانی بودن هم سبب شده بود که حساسیت بیشتری کرد روحانی بودن شما. بله. ولی خب به هر حال، حالا روحانی روشنفکر دینی، روشنفکر دینی چی میخواد؟ اصلا تعریف روشنفکر دینی چی هست؟ والا تفاوتی داره با روشنفکر معمولی؟ بله، ببینید روشنفکر دینی خب از این اصطلاحات و واژه هایی است که نمیدونیم اصلا کی این رو اولین بار باب کرده، ولی امروز به یک گروه اطلاق میشه و خیلی هم مناقشه برانگیزه. من حالا خیلی وارد فرصت نیست، وارد بحثش نمیشم، ولی من خودم شخصا بیشتر نوع اندیش دینی رو مناسب تر میدونم و از اون استفاده میکنم تا روشنفکر دینی. ولی به طور کلی میتونم اینجوری بگم که روشنفکر به اعتبار روشنفکری و با توجه به ماهیت و نقش روشنفکری دیگه هیچ پسوندی رو بر نمیتابه. روشنفکر روشنفکره. روشنفکر کسی است که متکی به خرد نقاد هست و همه چیز رو به تیغ نقد، با تیغ نقد مورد نقادی قرار میده. براشون فرقی نمیکنه دین باشد، فلسفه باشد، ادب، ادبیات باشد، هنر باشد، سیاست باشد، قدرت باشد، ثروت باشد، همه چیز رو نقد میکنه. با توجه به اینکه روشنفکر یه مفهوم، بله یه مفهوم جدیدی